امروز جلسه قرارگاه و کمیته امنیتی اجتماعی مشترکاً تشکیل شد. خب چند موضوع مطرح شد، یکی بحث روند این بیماری و چگونگی آن بود، توضیحاتی که وزارت بهداشت دادن ابراز نگرانی کردند از سرعت و روند آن. متاسفانه رعایت پروتکل ها در یک ماه و نیم اخیر از رقم 70-77% به حدود 50% رسیده که این رقم بسیار بسیار رقم پایین است. خب مقرر شد که امروز تصمیماتی که در جلسه ستاد اتخاذ شده و در اینجا هم تکمیل شد، همه افراد مسئول چه در حوزه نیروی نظامی، چه در حوزه دادگستری، چه در حوزه اصناف، اتحادیه ها، وزارت بهداشت، فرمانداری ها، امروز جلسات فوق‌العاده‌ای در تمام استان‌ها تشکیل بدن و کارگروهی رو موظف بکنن که این کارگروه با موارد تخلف برخورد جدی‌تری داشته باشه. یکی دیگه از پیشنهادها این بود که با توجه به تعطیلی 3 روز آخر هفته ما بتوانیم 2 یا 3 روز دیگر را مجوز بگیریم از ستاد و یک تعطیلی در تهران و کرج رو داشته باشیم که این منوط به مجوز ستاد هست و تهران و کرج با توجه به شرایط ویژه شون و با توجه به میزان ترددی که به تهران و کرج و از تهران و کرج هست، این کار شاید بتونه کمک کنه. ولی علی حال تأکید میکنم دستورالعملی که در حوزه مدیریت کرونا تا کنون صادر شده برای شهرهای قرمز سفرها ممنوع است، نباید سفر بشود. به نیروی انتظامی مأموریت داده شد علاوه بر جرائمی که در دستورالعمل بوده، در این مقطع در هر کجایی که ما مواجه بشیم با سفرها در داخل جاده ها، حتما با عرض معذرت از خانواده محترم همه مسافرین و رانندگان عزیز، حتما نیروی انتظامی اونها را عودت خواهند داد. البته از الان تذکر میدهیم که انشالله در این چند روز مسافرت انجام نشود. در حوزه واکسن هم نگرانی هایی که در جلسات قبل بود با توضیحاتی که دوستان ما در وزارت بهداشت دادن عملا مطرح کردن. ما برای تزریق 2 دوز برای سنین بالای 60 سال به اندازه کافی واکسن تأمین کردیم و با اعلام این که روزانه در 800 مرکز تجمیعی واکسن تزریق می شود، ظرف 2 هفته تمام افرادی که بالای 60 سال هستند حتما واکسیناسیون خواهد شد. این ادعای وزارت بهداشت است و گفتن که دیروز هم ما بیش از 300 هزار نفر را واکسن زدیم. امیدواریم که انشالله با این قولی که دادن و با این عملی که دیروز انجام دادن و مقدماتی که فراهم کردن این حاصل بشه. در کنار اون بعد از 60 سال به بالا که در مناطق خاص و حساس از نظر کرونایی این عدد بالای 50 سال می باشد، میرن سراغ گروه های پرخطر و پرریسک که گروه های پرخطر و پرریسک هم شناسایی شدن. باز قولی که در جلسه وزارت بهداشت دادند، همه گروه های پرخطر و پرریسک را ظرف 1 ماه انشالله خواهند توانست که تزریقات را انجام بدن. یعنی با این حساب ما تا شهریور طبق گفته دوستان هم باید گروه های 60 سال به بالا و در مناطق خاص 50 سال به بالا و هم گروه پرریسک را باید تمام کرده باشیم. گزارشی که ما امروز داشتیم حدود 2% از مردم عزیزمان به خاطر دغدغه و نگرانی که دارند بدون رعایت وقت تنظیم شده به مراکز واکسن مراجعه میکنند. این موجب هم صف میشه، هم موجب ناراحتی و سختی برای این عزیزان میشه و هم امکان ابتلا را بالا میبره. فاصله این که بدون نوبت برن یا با نوبت برن حد اکثر 1 هفته است. خواهش ما از دوستان اینه که حتما این رو رعایت کنن. علی حال از همه اصناف عزیز و از همه گروه ها و مشاغل محترمی که در این 1 سال و 4-5 ماه واقعا زحمت کشیدن، تحمل کردن، خسارت دیدن،
ما ضمن عذرخواهی و ضمن تشکر باید بگیم که برای همین زحمات برای این است که ما یک منفعت بزرگتری که جان مردمه، سلامت مردمه و امنیت مردم هست را تأمین بکنیم. مسئله بعد بحث اعیاد پیش رو هست، عید قربان، ما عید قدیر، ایام عرفه و بعدش هم بحث ماه محرم را داریم. امروز هم در اینجا مطرح شد، تأکید شد به مصوبه ستاد و مقرر شد همون پروتکل هایی که سال قبل بوده ما امسال اون پروتکل ها را به صورت جدی هم مراعات کنیم. همه ما تابع قانون هستیم و مصوبات ستاد طبق فرمایش مقام معظم رهبری همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس حکم قانون برای ما داره. البته ما در ستاد و در قرارگاه تلاشمان اینه که ظرفیت های مناسبی را که اطمینان بخش باشد برای برگزاری مراسم ها و مناسک ها ایجاد بکنیم. در استان تهران هم افزایش بیماران سرپایی رو و هم افزایش بیماران بستری رو و متاسفانه افزایش بیماران فوتی رو شاهد هستیم. در حال حاضر حدود 7400 بیمار در بیمارستان های استان تهران بستری هستند. خب به خاطر اینکه ما این بیماری رو بتوانیم مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم، همانند پیک های قبلی همکاری مردم نقش مؤثری رو میتواند در این زمینه ایفا بکند و همونطوری که در جلسه اشاره شده میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در استان تهران نسبت به میانگین کشوری بالاتر هست، ولی به دلیل هم تراکم جمعیت، هم شلوغی و هم افزایش مسافرین مترو و اتوبوس های داخل شهری شرایط رو در انتشار بیماری نوع جدیدش که نوع دلتا هست یه روند رو به افزایشی رو در استان شاهدش هستیم. خب امروز مصوب شد که با همکاری اصناف محترم در شرایط قرمزی که در استان شاهدش هستیم، مشاغلی که در گروه های به اصطلاح فعالیتشون در شرایط قرمز با منع فعالیت مواجه هست، با خود همکاری اصناف و نهادهای نظارتی گروه هایی رو برای بازرسی و نظارت مشخص بکنیم. تالاردارهای عزیز، رستوراندارها، رستوران هایی که برانبر هستن غذاشون مشکلی نداره ولی اونایی که در داخل سرو میکنن با محدودیت ادامه فعالیت مواجه هستن، در استخرهای سرپوشیده، پاساژ های سرپوشیده و سینماها با همکاری خود اتحادیه اصناف تهران و نیروی محترم انتظامی تشدید نظارت در دستور کار. در استان تهران 81 مرکز تجمیعی واکسن که دیروز روز به اصطلاح شنبه ما 44,000 واکسن رو در استان تهران تزریق کردیم و ظرفیت تزریق واکسن روزانمون به 80,000 تا هم افزایش پیدا کرده. صبح هم با نمایشگاه بین‌المللی تهران هم هماهنگی کردیم، غرفه هایی رو هم در این نمایشگاه ها برای مرکز تجمیع واکسن انشاءالله آماده خواهیم کرد. اصناف عملا از ابتدای در واقع شیوع بیماری کرونا برابر مصوبات ستاد ملی کرونا و رعایت در واقع پیشنهادات و توصیه های مرکز بهداشت وزارت بهداشت عمل کردند تا به امروز. با توجه به شیوع اخیر و موج جدیدی که در واقع به وجود آمده شدت عمل بیشتری در ارتباط با رعایت پروتکل ها بایستی منظور بشه. در مقابل هم از دستگاه های اجرایی، از دستگاه های دولتی انتظار داریم به حداقل وعده هایی که داده شد توجه بکنن و عمل بکنن، هم در خصوص بدهی هایی مثل بیمه، مثل مالیات و هم تسهیلاتی رو که ستاد ملی مصوب کرده شاهد این هستیم متاسفانه هنوز خیلی از اونها هم عملیاتی نشده. البته با توجه به شرایط ویژه‌ای که امروز به ویژه در استان تهران و البرز وجود داره عملا دیگه از مرحله تذکر هم عبور کردیم و ناگزیر می‌بایستی واحدهای غیر مجاز از فعالیتشون جلوگیری بشه. تشکر.